به نام خدا. سلام، به اپیزود 10 از سلفی کست خوش اومدید. سلفی کست در مورد خودشناسی هست و در این برنامه میخوایم با آموزه‌های اریک برن به سراغ روابط بریم و خودمون رو توی روابط بسنجیم. اریک برن شخصیت انسان رو به 3 قسمت کودک، بالغ و والد تقسیم میکنه. این تقسیم بندی شبیه همون چیزیه که فروید داشت، یعنی اید، ایگو و سوپر ایگو. قسمت کودک همون اید یا نهادیه که فروید در موردش صحبت میکرد. با اصل لذت کار میکنه و فقط به فکر ارضای غرایز هستش. قسمت بالغ شبیه ایگوی فروید هست، با اصل منطق کار میکنه و داده ها رو بررسی میکنه و سعی میکنه با منطق و عقل تصمیم بگیره. قسمت والد شبیه فرامن فرویده و سعی میکنه رفتار ما رو با ارزش هامون بسنجه و رفتار رو تنظیم بکنه. قسمت های کودک و والد هر کدوم ضعیف یا قوی باشن برای انسان مشکل ایجاد میکنن. مثلا کسی که به کودکش بیش از حد میدان داده باشه رفتار تکانشی داره و اگر اون چیزی که میخواد رو به دست نیاره پرخاشگری میکنه، و اگر این قسمت سرکوب بشه انسان ذوق و اشتیاقش رو برای هر کاری از دست میده. و در قسمت والد اگر ما والد ضعیفی داشته باشیم، نسبت به کارهایی که انجام میدیم بی تفاوتیم و خیلی سبک سنگین نمی کنیم. و اگر این قسمت بیش از حد قوی باشه، ما بیش از حد نسبت به خودمون و دیگران سخت گیر میشیم. اریک برن معتقده که باید بین این 3 قسمت از وجود ما یک تعادل مناسبی برقرار بشه. حالا شما با توجه به این توضیحات ببینید که کدوم قسمت بر شخصیت شما حاکمه. در شخصیت سالم قاعدتاً قسمت بالغ باید حاکم باشه. در روابط یکی از این حالتها در مقابل یکی از حالتهای طرف مقابلمون قرار میگیره و محرک و پاسخی ارسال میشه. ساده ترین نوع رابطه بالغ با بالغ هست، مثل سلام علیک روزمره. علاوه بر رفتار بالغ با بالغ، رفتار والد با والد، کودک با کودک و والد با کودک هم جزء روابط مکمل محسوب میشه. رابطه متقاطع اون موقعی ایجاد میشه که برای محرک پاسخ مناسبی دریافت نمیشه. مثلا آقایی از همسرش میپرسه که جوراب‌های من کجاست و همسرش اینطور جواب میده که تو همیشه مثل بچه‌ها جوراباتو گم میکنی. اینجور رابطه ها منجر به مشاجره میشه معمولاً. یه نوع رابطه دیگه هم داریم که ظاهرش رابطه مکمله، اما یک نیت پنهانی هم در اون وجود داره. مثلا دانش آموزی از معلمی سوال سختی رو مطرح میکنه. ظاهر قضیه بالغ به بالغه، اما دانش آموز به قصد گیر انداختن معلم این سوال رو ازش میپرسه. اینجور رابطه ها رابطه پنهانی نامیده میشه. حالا شما با توجه به این توضیحات ببینید کدوم روابطتون روابط مکمله، کدوم رابطتون رابطه پنهانیه و کدوم رابطتون رابطه متقاطعه. دست کم برای هر کدوم یک نمونه پیدا بکنید. روابط پنهانی منبع بازی‌های روانی هستند و این بازی‌ها برای روابط ما بسیار مضر هستند. مثلا کودکان بازی از من بهتره را انجام میدن، اسباب بازی من از تو بهتره، و بزرگسالان بازی‌هایی مثل اگه به خاطر تو نبود رو انجام میدن. مثلا اگه به خاطر تو نبود من گواهی ناممو گرفته بودم، اگه به خاطر تو نبود من تحصیلاتم رو ادامه میدادم، و مواردی از این قبیل. بازی‌های دیگه‌ای که اگه بخوام مثال بزنم، مثلا خوب گرفتمت. افرادی که عاشق مچ گرفتنه، منتظرن یه نفر یک اشتباهی بکنه تا برن سراغش و بگن آها مچ تو گرفتم. و بازی‌های بسیار دیگه‌ای که تمامشون برای روابط ما ضرر دارن. حالا شما ببینید که کدوم بازی رو انجام میدید و برای خودتون مشخص بکنید که چقدر براتون ضرر داشته و رابطتون رو به هم زده. مطلب مهم دیگه‌ای که اریک برن توی آموزه‌هاش اعلام می‌کنه وضعیت‌های روانیه. ایشون 4 تا وضعیت روانی رو معرفی می‌کنه که فقط یکیش نرمال و خوبه. وضعیت اول، من بدم تو خوبی. افرادی که توی این وضعیت روانی قرار دارن احساس حقارت دارن و دیگران رو خوب میبینن و خودشون رو بد.
نمونه بارزش نوجوانایی هستن که عاشق یک هنرمند یا شخصیت معروفی هستن و اون شخصیت رو یک چیز دست نیافتنی میبینن و حتی حاضرن که شب تو پارک یا خیابون بخوابن که صبح از خواب بیدار بشن و اون شخصیت معروفشون از اون خیابون رد میشه ببیننش. دوستان نوجوان عزیز، این کار رو نکنید با خودتون. به خودشناسی بپردازید تا متوجه بشید که ارزش شما به همون اندازه اون شخصیت معروفه. دومین دسته از وضعیت روانی، من خوبم تو بدی. اینجا دقیقاً برعکس دسته اول هستش. طرف احساس غرور میکنه و خودشو بالاتر و بهتر از بقیه میبینه. نمونه بارزش مدیران جوان آموزش ندیده‌ایه که با کارمندانشون به شکل بسیار بدی رفتار میکنن. در صورتی که اونها هم اگر به خودشناسی بپردازن، میدونن که همه انسان‌ها فارغ از هر موقعیتی که دارن به یک اندازه ارزشمند هستن و فقط دستاوردهاشونه که تفاوت ایجاد میکنه. دسته سوم، من بدم تو بدی. افرادی که تو این وضعیت روانی هستن، زندگی براشون هیچ معنایی نداره و احساس پوچی میکنن. نمونه بارزش افرادی که خودکشی میکنن. اصلا نه هدفی توی زندگی دارن، نه میدونن برای چی به این دنیا اومدن، نه تا حالا از خودشون پرسیدن که این دنیا چه جوریه، چرا انسان این جوریه، و در کل دنیا رو یک جبر میدونن. وضعیت چهارم روانی، من خوبم تو خوبی. این حالت نرمال شخصیت انسانه که آقای اریک برن هم سعی میکرد با گروه درمانی افراد رو توی این وضعیت روانی بیاره. بسیار خوب دوستان، این اپیزود هم به پایان رسید. امیدوارم که از این اپیزود استفاده بکنید و روابط خودتون رو تنظیم بکنید. مثل همیشه ازتون میخوام که ما رو دنبال بکنید، سوالاتتون رو از طریق کامنت بپرسید، انتقادات و پیشنهاداتتون رو حتما به ما بگید. تا اپیزودهای بعدی، خدا نگهدار.